نه نه اصلا این یعنی مرد چی؟ چی میدونه؟ شما بفرمایید اینقدر یعنی کسو کاری هست به غریبه ها نمیرسه. حسن ضرب المثل ما این است که هزار جور میشه معنیش کرد. اینقدر که به اون دیگه نوبت نمیره. آدم های بد مثل ما را بدتر از ما را که افعی شده، یعنی اینقدر کارهای بد و ناپسند انجام داده که حالا مثل یک بکشتن امیر کبیر رو کاشان. کجا دفنش کردن؟ کاشان اصفهان. البته امتیاز نمیدم بهتون، ولی هم کاشان دفنش کردن هم اصفهان. کاشان دفن کشتن تو حمام دیگه. خب بعد اصفهان چرا گفت؟ من میگم یعنی کاشان اصفهان. حالا ابن سینا. ابن سینا همدان. همدان. همدان کرمانشاه. پروین اعتصامی. ها. تهران. نه خیر. کجا؟ قم. قم. بله. خب خانم نومانفر. خیام. نیشابور. بله. ستارخان. تهران. خیابون ستارخان. تهران. بله شهره. حافظ. شیراز. خب خانم نومانفر به 3 مورد اشاره کردن، خانم شمس العباد به 2 مورد، اما اجازه بدین که ما هر دو رو ببریم به مرحله 3 و ببینیم که این رقابت در اونجا به کجا می انجامه. اجازه بفرمایید در این مرحله که مرحله نهایی هم هست، من اطلاعاتی رو پیرامون یک شخصیت خدمتتون میگم، شما باید به نام ایشون پی ببرید. ولادت وی در سال 1287 قمری نوشته شده و محل تولدش قریه سراب کچو از توابع اردستان. پدرش اسماعیل و جدش میر عبدالباقی همگی از جمله اهل علم و زهد و وعظ به شمار می رفتن. شخص مورد سؤال ما هم به همین سیاق از سن 6 سالگی در شهر قمشه واقع در جنوب اصفهان نزد پدر بزرگش فرستاده میشه تا در همین راه قدم برداره. در 16 سالگی بعد از فوت پدر بزرگ برای تحصیل به اصفهان میاد و 13 سال هم در این شهر به تحصیل همت میگماره و محضر بیش از 30 استاد رو درک میکنه. بعد از قیام تنباکو به عتبات عالیا تشرف پیدا میکنه و در کلاس درس آیت الله حاجی میرزا حسن شیرازی حاضر میشه. 7 سال بعد دوباره به اصفهان برمیگرده و مشغول تدریس فقه و اصول میشه، تا اینکه به جهت اشراف به مسائل اجتماعی و مباحث سیاسی در زمان انقلاب مشروطه به خواست علمای اسلام در سلک نمایندگی مجلس شورای ملی در میان و چندین دوره. شما بفرمایید. اجازه بفرمایید. شما دیگه فرصت ندارین اگر اشتباه شد. شما بفرمایید. مدرس. خواهش میکنم. من شما نمیدونم. بله اجازه بفرمایید که من این توضیحات مختصری هم که مونده در مورد ایشون بگم خدمتون. چندین دوره بدون وقفه در تهران در مقابل ناتوانی قجری و ظلم و استبداد رضاخانی مردانه میسته و با شجاعت و هوش و تیزبینی پرچم داعیه استقلال ایران و ایرانی مسلمان و بدون وابستگی به هیچ یک از ابرقدرتان زمان رو به دست میگیره. این روحانی مبارز و خستگی ناپذیر دو بار هم مورد سوء قصد قرار میگیره که از هر دو واقعه تیراندازی جان سالم به در میبره. زندگی ساده و سالم این مرد دین و سیاست همواره زبانزد خاص و عام بوده، تا حدی که نقل شده پس از 11 سال ایام تبعید در خاف خراسان و شهادتشون در کاشمر توسط ماموران حکومتی در سال 1317 همه ثروتش از 24 تومان نمیگذشت و در اکثر ایام غذاشون ساده و لباسشون کرباس بوده و اهل هیچ توقعی چه مالی و چه غیر مالی از احدی نبودن. مورد سوال ما آیت الله حاجی حسن مدرس بود. خانم نومانفر اشاره کردن به این مورد، خیلی ازشون متشکریم. جایزه تقدیمشون خواهد شد که انشاءالله مبارکشون باشید.
آقای دست و دلباز، اون انگشتر طلا تو به من یادگاری بده تا همیشه به یادت باشه. خب اگه میخوای همیشه به یاد من باشی، یادت باشه یه همچی روزی از من انگشتر طلا خواستی من بهشت ندادم. آخ نمیدونی چه بلایی از بس پول گاز دادم دیگه ورشیگاز شدم. راست میگی، بالاخره برای خونه تو هم گاز کشیدن؟ نه بابا، گاز فندک هم میگم. خب ببینم، میخوای بری خارج چه درسی بخونی؟ خودتون گفتین دندون پزشکی بخونم چون تعدادش 32 تاست. نه دیگه، حالا نظرم فرق کرده، برو رشته واریس بخون. واریس؟ چرا واریس؟ با این صفایی که حالا ما داریم این ور اونور، چند وقت دیگه بگذره همه واریس میگیرن و کار وارد سکه. الو ببخشید آقا، میشه برای فردا شب 2 تا جا رزرو کنی؟ نه خیر خانم، ما جلو جا رزرو نمی کنیم. وا، این دیگه چه رسم تازه‌ایه که سینمای شما درست کرده؟ خانم اینجا سردخونه پزشکی قانونیه. آقای ملون نمیدونی پسرم انقدر با استعداده که در سن 14 سالگی به خوبی ضرب میزنه. این که چیزی نیست، پسر من از 6 ماهگی چنگ میزنه. ایوا زن، چرا این تفنگو دادی دست این بچه؟ خب بگی چی کار کنم؟ تیغ بدم دستش ببره. زن ببخشید استاد محترم، قصد دارم ازدواج کنم، بعقیده شما این کارو بکنم یا نه؟ راستشو بخوای نه. چرا استاد؟ مگه شما مثل بعضی ها معتقدید که زن گرفتن کار احمقانه ایه؟ نه من همچین عقیده‌ای ندارم، اما زنی که انقدر احمق باشه که همسری تو رو قبول کنه شایسته زناشون. هیچ میدونی پدر بزرگ من 88 سال سن داره. این که چیزی نیست، پدر بزرگ من 93 سالشه. بی خود پز ندین، پدر بزرگ من اگه زنده بود الان 170 سالشه. متهم ردیف اول، آیا تو میتوانی در این دادگاه از خودت دفاع کنی؟ نه خیلی قربون، چون یه چاقو و چماق داشتیم پاسمانتون اما گرفته. آهای گارسون. بله. این فضله موش روی برنج چه میکنه؟ ببخشی قربان، اون فضله موش نیست، اون کبابی چلو کبابه دونه. پسر یه تنبل، این چه نمره هایی که گرفتی؟ من وقتی قد تو بودم همیشه نمره 20 میگرفتم. فایده اون همه 20 چی بود که حالا شدی زفشور مامان؟ آی اقدس، بیا ببین خدا بشم چه رحم میکرد. چی شده؟ این میخ طویله رو میبینی؟ این رفت تو پا. میخ رفته تو پا، تازه میگی خدا بشهد رفت کرد؟ حالا فکرشو بکن اگه کفش پام بوده میرخ، چه ضرری به کفشم میخواد؟